سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بردی ال پی هستم، خوش اومدید به پورت ششم بازی استریمر دیلی. از اونجایی که استقبال زیادی ازش کردین، من گیم پلی زیادی از این بازی میذارم. تو این پورت میخوام بهتون نشون بدم که چجوری کلی پول به دست آوردم، بهتون روششو یاد میدم و بهتون بگم که چیکار کنید که مثل من یه استریمر پولدار بشید تو این بازی. بچه‌ها لطفاً اگه جدید هستید تو کانال من و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید و اگه ویدیو خوشتون اومد لایکشون کنید. لطفاً نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی و کل کارهایی که تو کانال دارم انجام میدم برام تو کامنت ها بنویسید، همشونو میخونم و تک تکشون رو جواب میدم. پیج اینستاگرام منم هم دقیقاً به همین اسم، کانال بردی ال پی تو اینستاگرام هست، میتونید اونم فالو داشته باشید و مطلع بشید که چه کارهایی در آینده میخوام انجام بدم. بریم که بهتون نشون بدم داستان پارت ششم این بازی چیه. به به، واقعا عجب اتاق خفنی شده. البته اتاق که نیست، اینجا یه گاراژ درب و داغونه، ولی خب من کم کم به جای باحال تبدیلش میکنم و البته قرارم نیستش که اصلا زیاد اینجا بمونیم، به زودی از اینجا میریم. قبل از اینکه بریم یکی بالترین روش های پول در آوردن که البته یکم ریسکی هم هستش، ممکنه یه دفعه صفر بشید توشو بهتون یاد بدم، یه لحظه بریم تو فروشگاه من چند تا گیم خوبم بخرم برگردیم. خب اینجا رو که دیگه همتون میدونید فروشگاه مورد علاقه خودمه، ولی از اونجایی که دیگه هر چی دلم میخواست رو خریدم جذابیت خاصی واسم نداره اینجا. فقط الان چیزی که تو ذهنمه مانیتور دومه است که اونم یه چیز خوب بگیرم. واسه مانیتور اولم اینو گرفتم، این دوتا هم هستن، حالا نمیدونم اینو بکنم مانیتور دوم، مانیتور اولم اینو بذارم یا اینو، جفتشون خوبن ولی اون بالاییه فکر کنم بالاتر باشه. اینم مانیتوریه که تو منوی بازی هستش. حالا من یه کاری میکنم، یه دونه اینو میخرم، یه دونه هم اینو میخرم که بذارمش واسه سیریمام، مثلا کامنت ها و اینا رو توش بخونیم. کیبورد هم که خریدیم، موسپد و هدفون و همه چی بهترینش رو داریم، وبکم هم که عالی. به به، حال میکنید ها، همینجوری من هر روز میام کلی چیز باحال میخرم میرم و پول میدم به شما. و یه چیز دیگه هم اونجایی که بهتون گفتم این روش پول در آوردن تو این بازی ریسکش بالاه، تقریبا من یه دونه کانفیگ مثلا لول 2 که دارم لول 4 هم جمع میکنم، یا 5 مثلا، یه چیز خوب میخوام باشه دیگه، ولی از اون ور بقیه چیزاش خیلی گرون میشه، ولی اشکال نداره دیگه. لول 7 6 5، من اینا رو مثلا لول 3 میگیرم، یه لول از این چیزی که هست بالاتر، یه کانفیگ لول 3 هم جمع میکنم، یا فعلا ولش کن اصلا اینو، این کارو انجام نمیدم چون ریسکش یه ذره سنگینه. یه دفعه بهم میگم بشه لول 5 کن، بعد لول 3 ها بهش دردی نمیخوره، نصف قیمت هم باید بفروشیمشون، بزخرن، خیلی ارزون میخرن همه چیو. خب چند تا گیم میخواستم بگیرم، یه نگاه بندازیم ببینیم چه بازیایی به نظرمون باحال میاد. مثلا یه دونه نید فور گیر میگیریم، تلفیق دو تا بازیه فکر کنم. اینو که خریدیم پرزیدنت دویل و یه دونه رود فایتر رو میگیرم، یه دونه یو سی اف. فقط جای حرفا رو عوض میکنم، یعنی عاشق خلاقیت این طراح بازیم، خیلی به خودش زحمت نداده، فقط جای حرفا رو عوض کرده و گیم جدید ساخته. داروین هم که گرفتیم، یه دونه گیم دیگه هم میخوام. اینم از روی کاورش به نظرم گیم باحالی میاد. چی هست دیگه، همینو میگیرم، اینم میگیرمش. خب نه دیگه، اون کاملا چرت و پرت بود، مشخص واضح شر روور میخواست بندازه بهمون. خب اینا رو هم که گرفتم، دو تا مانیتور هم گرفتم. اینا چیه؟ یه کیبوردای خفن دیگه هم اینجا هست. خفن نیستن البته نسبت به اون کیبوردی که اون موقع خودم خریدم، اینا هیچی نبودن. میکروفون و اینا هم که داریم دیگه، واقعا هیچی اینجا به دردمون نمیخوره. 4 تا گیم، 2 تا مانیتور، خودم دست شما درد نکنه، 4000 دلار دیگه زدیم زمین. خب من برم برگردم خونه دیگه، واقعا جای گذاشتن هیچ وسیله اینجا نیست. فقط من یه تغییر کوچولو تو دیزاین خونه بدم، یه لحظه به سرعت مبلو مثلا میذاریم اینجا، میچسبونیم به دیوار، میذارم اون. و خب این مبله رو یکم بهتر بذارم اونجا، اون موقع تایم ویدیو خیلی داشت زیاد میشد دیگه، من خیلی رو اینا مانور ندادم. این فرشرم میذارمش جلوی مبل به زیبایی هرچه تمامتر. آباجوره رو چقدر بد گذاشته بودمش رو میذارم اینجا. خب سفیده کو، این مبلرم میذارم
این طرفش که هم رامون یه ذره بازتر بشه، هم که قشنگ‌تر فکر کنم اینجوری باحال‌تره. کمدرم از این گوشه ذره میارمش بیرون، بگیر کمدو، کمدم میذارم اینجا، یکم اینجوری بهتر. خیلی شلوغ بود اون گوشه، بهتر نیست به نظر شما واقعا؟ خیلی باحال‌تر شد. خب بریم سراغ کامپیوتر و روش مورد علاقم و پر ریسکم که بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کارو بکنید. اگه هم دیدین جواب نمیده، یه دونه سیو از گیمی که دارین بازی میکنین الان بگیرین، این کارو توی سیو دیگه بکنین که بازی اصلی خودتون به هم نریزه. خب آها، راستی خریدامون رو یادم رفت، بیا اینجا ببینم. خب این مانیتور سوم، از اونجایی که اینجا جا زیاد داریم همینجوری میخوام دور تا دورم و اینه اخته یه مانیتور بچینم، ولی خب اینو من برای یه چیز دیگه میخواستم، مثلا اینو فعلا میذارم اینجا. این یکی مانیتور رو من برای یه کار جدا اصلا از این صحبت ها میخواستم. اینو میدونی چی کار میکنم باش؟ این چون خیلی کوچولوه به درد اونجا هم نمیخوره، اینو میخواستم بزنم به دیوار به صورت عمودی، ولی مثل این که اون طرفی اصلا نمیشه روتیتش شد و به دیوارم میچسبونی یه ذرهش میره توی دیوارو به درد نمیخوره خیلی. این مانیتوره رو حالا فعلا میذاریمش همین بغل مثلا، ولی اصل داستان اونا هم دیگه. نمیدونم اصلا چهار تا مانیتور رو میشه وز کرد یا نه، ولی حالا خیلی مهم نیست، من کارم با همین راه میفته. و گیمام هم بیارم نزدیک بذارم اینا رو یه ذره باشون کار دارم. پوستر رو ببین، دوباره بهم پوستر دادن، چه پوستری، خیلی دیگه داره شلوغ میشه. ولی اینجا اینم همینجوری کج میچسبونمش، اینجا گاراژ دیگه، خونه که نیست، تا برم خونه خودم و یه دیزاین فوق‌العاده رو اونجا بهتون نشون بدم. آقا بس دیگه، کل خونه رو که پوستر نمیزنه آدم آخه، اینو میذارم رو در میشه. خب تمام شد، بازم هست یه گیم دیگه. گیما رو مثلا حالت به هم ریخته میریزم که وقت نداشتم و اینا. بابا ول کن تو رو خدا این پوستر رو. خب اینو نمیخوام مثلا، اینم میچسبونمش همین بغل فعلا تا جاهاشونو درست کنم. یه پوستر میده بیرون یه گیم، چهار تا گیم خریدم، چهار تا پوستر دیگه باید بچسبونم این برون بر. الان اینو کجا بزنی؟ کاش میشد نصفشو بزنم حداقل. اینم میزنم بغله. خب خیلی شلوغ پلوغ شد ولی درستش میکنم حالا. بریم دیگه واقعا این دفعه بهتون بگم داستانو. میکروفونه قراره اینجوری جلو صورتمون باشه یعنی؟ خب بذارید اول من یه موزیک واسه تون بذارم که جذابتر بشه قضیه، یه موزیک دابستپ ملو، چون که میخوام یه روش حساس رو بهتون آموزش بدم. خب بچه ها با دقت گوش کنید که من چه کاری انجام دادم. اول از همه میایید تو استی بروزرتون، خب اینجا خونمونم اومد دیگه، خونم میتونیم بگیریم. اینجا میایید تو بانک، اینجا میتونید وام بگیرید. تو لونز که برید یه سری وامای مختلف هست که همشون رو میتونید بگیرید. حالا الان یه ذره عدداش واسه من تغییر کرده، بیشتر شده چون یه ذره بیشتر بازی انجام دادم، ولی خب کمتره. مثلا ماکسیمم وامی که میتونید بگیرید 6000 دلاره، الان واسه من شده 9000 دلار. اینجا میتونید وام بگیرید ولی تو روز یه رقمی ازتون کم میکنه، حتما حواستون باشه که این رقم رو هر روز باید داشته باشید و نه کلا گیمتون به هم میریزه. حالا من الان که وام نمیخوام، ولی وامو میتونید اینجا بگیرید، بعد از مای اکانت میتونید اون قسطتون رو در واقع پرداخت کنید که من همشو دادم دیگه، حالا چیزی نمونده فعلا. بعد این کارو که کردید مثلا شما 6000 دلار وام گرفتید، 6000 دلار دارید، میاد تو اسکینر، اینجا یه حالت لاتاری بازی و ریسک و قمار و خیلی به شانستون هم ربط داره ولی میشه کارش کرد. میاد تو این 500 دلاریه، بعد اسپینو میزنید، این میچرخه تو خونه های آبی که بیفته خیلی پول خوب بهتون میده، مثلا یه دفعه 11000 دلار بهتون میده. تو این خونه مشکی که بیفته ضرره، چون هر دوری که شما دارید اینو میچرخونید 500 دلار دارید میدید. من الان 101 دلار بردم مثلا، الان ضرر کردم. بجز خونه های زرد و خونه های آبی همش ضرره دیگه. اینم مثلا تقریبا کیت میشه، دیر به یر میشه با پولی که دارید. الان افتاد تو این خونه مثلا 638 دلار به من داد، من 500 دلار شرط بستم دیگه، یعنی 138 دلار رفتم بالا. همینجوری یه ذره با این بازی کنید، یه ذره خوش شانس باشید، مثلا وای سویس احرد کرد، اگه تو اون زرد میافتاد مثلا 2-3000 دلار بهم میداد. یه ذره اینو باید حوصله داشته باشید باهاش ور برید دیگه، هی بازی کنید بتونید توش پولدار بشید، ولی میشه، شدنیه، چیز نشدنی نیست، حالا بهتون نشون میدم.
وای بده 2795، یعنی هر چی ضرر کرده بودم الان برگشت هستم. حالا اگه تو آبی بیفته که اصلا انفجار رخ میده، یه دفعه 11,000-12,000 دلار بهتون میده. البته بستگی داره ذره که این خط قرمز کجای این خونه هم بیفته، مثلا اگه وسطش بیفته بیشترین حالتش رو بهتون جایزه میده. الان من یه بار اگه بتونم تو این پورت آبی رو بزنم بهتون نشون بدم، کرکوپرتون میریزه واقعا. خیلی که وایسا آبیو ببین، به 11,000 تا. خب بسه دیگه، دیدیم اینجوری میگم، یه ذره خوششانس باشید میتونید راحت پول دار بشید. بچه‌ها مرسی که ویدیو منو تماشا کردید. لطفاً اگر ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش بکنید و نظراتتون رو راجع به ویدیو و گیم پلی که میذارم توی کامنت‌ها برام بنویسید. اگر هم جدید هستید و ویدیو منو دارید تماشا می‌کنید، حتما منو سابسکرایب کنید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.